از در هتل که رفتیم بیرون ببینین چیه. ببین ترارم جمعه بازار. سلام به ویلاگ دیگه، خوش اومدی. من شادی هستم و با یه برنامه هیجان انگیز دیگه در خدمت شما خواهم بود. ما اومدیم روم باستان. ما الان رسیدیم روم، یه هتل دو ستاره گرفتیم. بعد چون دو ستاره بود به هر حال توقع داشتم خیلی اتاق بدی باشه. بعد الان ببینیم چه اتاق بامزه‌ای بهمون دادن. اینجا که دره وارد میشیم ببینیم چقدر بزرگه. سقف بلند از این ساختم قدیمی ها. یه تخت خواب یه نفره اینجا داره، یه دو نفره اینجا داره، یه کمد عظیم اینجا داره. اصلا نسبت به هتلی که تو پاریس گرفتیم فکر کنم 3 برابر اونجاست باشه. 2 برابرش نه؟ آره 2 برابرش. اینجا از اینا داریم. حمومش خیلی جالبه که تو ایتالیا همشون از این بیده ها دارن. خیلی جالبه که چرا تو ایتالیا بیده استفاده میکنن نمیدونم. ما برای 3 شب 2 نفر نزدیک 400 یورو دادیم، درسته؟ 395 یورو دادیم. الان اینجا راهروی هتلمونه. بعد ببینید از در هتل که رفتیم بیرون ببینید چیه. ببین ترارم جمعه بازار. چقدر بامزه. ایتالیا واحد پولش یورو، زبانش مسلماً ایتالیاییه. 60 میلیون نفر جمعیت داره و یکی از کشورهای پر جمعیت اروپا محسوب میشه. جزو معدود کشورهایی که از آثار باستانی 2000 ساله کلوزیوم تا دریاهای رویایی، ساحلهای رویایی، غذاهای خیلی خوب و عالی و مردم خیلی خونگرم، همه چی توش میتونین پیدا کنین و واسه همین هم است که هر سال میلیون ها توریست به کشور ایتالیا میان. شهر روم که پایتخت کشور ایتالیا است 2,900,000 نفر جمعیت داره و محل تولد گلادیاتورها و سزارها و کلن روم باستان تو شهر روم به وجود اومده که میخوایم همه رو بریم با هم دیگه بگردیم. هتلی که ما گرفتیم بغل ایستگاه متروی اصلی شهر رومه. یه خوبی که داره اینه که همه چی دور و برمونه، راحت سوار میشیم میریم این بر اون بر. یه بدی که داره پر هوملسه و بهمون گفتن که مثلا ببینین کیفمو الان جلوم انداختم، بهم گفتن که مواظب باشین اینجا توی این ایستگاه مثلا دزد و جیب زن و اینا خیلی زیاده. خیلی بامزه بود. بچه‌ها ما بلیط خریدیم با دستگاه، بعد کارتمون رو زدیم، گفت مرسی پولو دادید بلیط الان میاد. بعد هرچی سب کردیم بلیط نیومد. بعد دیگه رفتیم یکی از این آدمایی که اونجا کار میکردن رو آوردیم، اومد چند تا محکم با مشت و لگد زد به دستگاهه. بعد از اون معذرت خواهی کرد، گفت دستگاه خرابه. بعد دیگه در رو وا کرد، همینطوری سوار مترو شدیم. یعنی اگه پولتون رو دستگاه خورد حتما بهشون بگین، یا پس میدن یا اینکه میذارن برین دیگه. ما اومدیم روم باستان. جالبیش اینه که این سری تور گرفتیم، یه آقای بهمون همه چی رو توضیح میده. جالبی که
تو لیدرمون بهمون گفت این بودش که اون زمان هر آدمی که مثلا خلافکار بوده، مثلا طرد شده بوده و اینا، میمده روم و میگفته من میخوام اینجا پناهنده شم. بعد اینا هم خیلی با دست باز قبولش کردن. دایرش هم اینه که خب اون موقع هم بردهداری بوده، همین که مثلا روم باستان رو هی میخواستن هی بسازن، بزرگترش کنن، عبادتگاه های مختلف توش بسازن و اینا، واسه همین به کارگر خیلی نیاز داشتن. واسه همین هر کسی که میومده اینجا میگفته تو رو خدا جون منو نجات بده، سری میگرفتنش و یه جایی میبردن که مثلا کار کنه، کارگری کنه. یه موضوع جالبی که تو لیدر ما بهمون گفتش اینه که تمام ساختمونای روم باستان از طلا و سنگهای مرمر ساخته شده بوده و اینکه الان میبینین پر از سوراخه، دلیلش اینه که زمانی که مسیحیت وارد روم باستان میشه تمام سنگهای ارزشمند رو از سازه ها میکنن و باشون کلیسا درست میکنن. بهمون گفته بشینیم میخور استراحت کنیم، ما هم میشستیم روی سنگهای 2000 ساله. فکر نکنین بیشوریم داریم این کاری میکنیم، ما همه این کارو میکنن. یعنی اینجا چیز دیگه ای نیست که بخواین استراحت کنین. این مدلی نباشه که بگین که وای داری به این دست میزنی، داری به روی میشینی، پاتو میذاری روش. آره اونا که نه دست بزنیم و بستن، یک عالمه سنگای مرمر همینطوری ریخته این دور و بر که توریستا میشینن روش استراحت میکنن. تو لیدرمو هی داره تاکید میکنه که تمام زمین اینجا سنگای ارزشمند بوده، تمام دیواراش پر طلا و سنگ مرمر بوده، ولی کلیسا که اومده همشو کنده و برده باهاش کلیسا ساخته. هی داره تاکید میکنه. یه چیز جالبی که هی میگه اینه که وقتی که موسولینی دیکتاتور ایتالیا اومده خیلی از این آثار باستانی رو خراب کرده، مثل اینی که این پوستر ماست، و مثلا یه ساختمون زشت معمولی ساخته توش موزه کرده، یا مثلا اون ساختمون مجلسشون روی یه تپه خیلی مهمی بوده برای روم باستان، اونو خراب کرده روش ساختمون مجلس ساخته. So that's why a lot of them don't have. That's why you see lines. Often you see all the lines in here. That's that's because of. این مجسمه ها از 2000 سال پیش مونده بوده از روم باستان. بعد که دیگه اینجا رو مسیحی ها میان و کلیسا میاد و اینا، میان مثلا کله مجسمه رو میکنن، میبرن میزنن روی کله یه مجسمه جدیدی که مثلا پتر مقدس قراره بشه در آینده. یا مثلا خود مجسمه های میکلانج و خیلی از مرمراش رو اومدن از در و دیوارای اینا کندن و تبدیل شده به مجسمه هایی که میکلانج ساخته. و اینک ما وارد کلزیوم 2000 ساله داریم میشی. آیا این هیجان انگیز نیست؟ توی کلزیوم هم که بخوایم بریم همه کیفامون و دوربین و موبایل و اینا رو بعد از زیر دستگاه رد کنیم، چک میکنن، بعد میتونیم واردش بشیم. اینجا نوشته که اگه یادگاری روی دیوار کلزیوم بنویسین یا 5 سال و برون زندان یا 15000 یورو جریمه میشه. حواستون باشه دوستانی که میرین تخت جمشید مینویسین مریم و محسن تا ابد عشق همیشگی، اگه اینجا بودین 5 سال زندان میرفتین. کلوزیوم که نزدیک به 2000 سال سنشه، بزرگترین آمفی‌تئاتریه که تا الان ساخته شده و بیشتر از 80000 نفر آدم توش جا میشده. 80 تا در ورودی داره و 4 طبقه بوده که تمام داخل این سازه از سنگهای مرمر، طلا و جواهرات ارزشمند بوده. بدنه کلوزیوم سنگ مرمر بوده و قطعه های طلا که همه شو کندن کلیسا ساختن یا مجسمه های میکلانج و اینا رو ساختن. ورودی کلوزیوم 18 یوروه، ولی باید از 1-2 ماه قبل حداقل بخرین، وگرنه بهتون بلیط نمیرسه. مثل ما مجبور میشین 50 یورو بدین به این شرکت های واسطه
که ولی خب خوب بود چون تور هم باش بود دیگه. مثلا 18 یورویی که بدین دیگه تور باش نیستش. همینطوری فقط ورودیه که میری خودتون توش میچرخید. واقعا به نظر من 18 یورو واسه دیدن یه همچین ساختمون 2000 ساله‌ای مفته. در حالی که مثلا ما رفتیم پترا رو دیدیم توی اردن 65 یورو بود ورودیش. اونم همینقدر سن داره تقریبا دیگه. دوتاشون 2000 سالشونه. اگه فیلم اردن منو ندیدین شهر پترا حتما بریم ببینین. این زیر میذارم واقعا جای جالبی بود. تصور کنین این وسط گلادیاتورا رو ول میکردن، شیرا و پلنگا رو میفرستادن اینجا، آدمای عادی میشستن اینجوری این دور و بر، پادشاه همون بالا میشست و با ملکه و اینا کشته شدن این آدما رو نگاه میکردن. واقعا وحشتناکه. تصور کنین که واقعا عادی بوده، اینطوری فوتبالشون بوده، انگار اینطوری فوتبال بازی میکردن. این پنجره ها رو میبینین، تمام دور تا دورش پر پنجره است. توی تمام اینا مجسمه های سنگ مرمر بوده که بعدها وقتی کلیسا میاد و کشور ایتالیا شهر رومو میگیره، همه این مجسمه ها رو بر میداره و میچینه توی کلیساهاشون. اومدیم جلاتوی ایتالیایی بخوریم، خونه کم نست، خدای شکر. چی بخوری؟ من نونی میخوام. من کنه کوچک داری. من یه دونه از این نونه های اون دونه میخوام. یس پلیز. ایران؟ یو؟ تهران. تهران؟ ایرانی؟ سلام؟ ایرانی؟ نو؟ نه سر کارم بودم. پاکستانی. بستنی جلاتو. It's okay. Yeah. Yeah. Mm. بهترین بستنی دنیا بستنی ایتالیاییه. و دوباره همینجوری داشتیم قدم میزدیم که رسیدیم به یه میدونی. سرچ کردیم دیدیم 1900 سال پیش این فواره‌ای که این وسط ستونش که این وسط رو ساختن. بعدش هم که دورش پر کلیسا و قصر و خونه های باحال و بارا و رستوران های رنگ و رنگه. خب همینجوری که داشتیم راه میرفتیم رسیدیم به پانتئون، معبدی که 1900 سال پیش برای پرستیدن خداهای روم باستان ساخته بودن که الان سالهای سال تبدیل شده به یه موزهی که میتونین برین توش رو ببینین. قبر معماری هم که اینو ساخته همین توه، میتونین برین ببینین رافائلو. و اینکه گنبدی که اون بالاه بزرگترین گنبد دنیا بوده 1700 سال، یعنی به مدت 1700 سال بزرگترین گنبد دنیا بوده این ساختمون. تصور کنین 1900 سال پیش ستونا رو از مصر آورده بودن. اینجا سفارت اسپانیاست که به افتخار همین قضیه این طرف بزرگترین پلکان فضای باز دنیا رو ساختن. بزرگترین پلکان اسپانیایی ها. پلکان اسپانیایی ها دقیقا 300 سال پیش ساخته شده. خسته است، خسته ای ما. 132 تا پله است که ما داریم میریم بالا ویوش رو ببینیم. انقدر راه رفتیم ما توی مسافرت، باورتون نمیشه. 132 تا پله است. پایینش هم منطقه لوکس نشیناست و یک عالمه مغازه های مثلا دیور، مونکلر، لوی ویتو، کریستالو ویتو و هر چیز مارکداری که تو ذهنتون باشه اون پایین میتونیم پیدا کنیم. چشمه تروی رو میبینید، تروی پونتانا، که آرزوهاتون رو برآورده میکنه.
فواره تروی نزدیک 300 سال پیش توسط هنرمند و نقاش معروف ایتالیایی نیکولا سالوی ساخته شده. یه افسانه‌ای وجود داره که میگه اگه توی این آب یه سکه یه سنتی بندازین، آرزواتون برآورده میشه و همیشه تو زندگیتون خوششانسی میاره. جالبش اینه بدونین سال 2013 که اومدن این فواره رو بازسازی کنن، نزدیک به 1,500,000 یورو سکه از اینجا درآوردن. بعد از یک روز طولانی که کل شهر رو ما گشتیم، تصمیم گرفتیم بیایم یه باری که مثل اینکه خیلی معروفه تو شهر روم و بغل کلوزیومه. بعد حالا اینجا دارن با آتیش میرخصن.